رضا علوی نویسنده و تحلیلگر سیاسی از دالاس دعوت کردیم همراه ما باشند. آقای علوی، با در نظر گرفتن به سفر باقری کنی معاون وزیر خارجه ایران به مسکو، با توجه به تنش‌هایی که میان آژانس بین‌المللی انرژی اتمی و جمهوری اسلامی وجود داره، شما شرایط رو چگونه می‌بینید؟ خب اولا تیمی که داره مسائل دیپلماسی ایران و سیاست خارجی ایران و مسئله برجام جلو می‌بره دیپلمات گریز هستن و افزون بر این خود باقری کنی جزو کسانی بود که همراه با امیر عبداللهیان مخالف مسئله برجام بوده. نکته دیگه که وجود داره و به عنوان یک از مسائل گریگاهی برجام هست، مسئله این هستش که هم برای ایران داره زمان از دست میره، هم برای امریکا. امریکا از این نقطه نظر مسئله رو به نگاه میکنه که در صورتی که این مسئله طولانی بشه دیگه اعتباری نداره، دیگه ارزشی نداره براش. ولی چون ایران داره به نقطه غیر قابل بازگشت هسته ای نزدیک میشه، در نتیجه بر اساس پافشاری های روسیه و اتحادیه اروپا ایران داره در ماه آینده پای مسئله برجام میره. ولی باید توجه بکنیم که یک از موانع موجود مطرح شدن مذاکرات در مورد نقش ایران در منطقه هستش، یعنی نقشی که ایران داره در امنیت خاورمیانه و به عنوان یک جریانی هستش که برای امریکا اهمیت زیادی داره. موضوعات منطقه‌ای مثل نقش ایران در سوریه، در عراق، در یمن، مثل امنیت دریانوردی خلیج فارس. چرا؟ چون زمانی که اوباما این قرارداد اولی برجام و بست، پس از اون مورد انتقاد مخالفین برجام در امریکا قرار گرفت و اونا مطرح کردن که بر اوباما و به صلاح ادمنستریشن اوباما بعد کافی به مسئله منطقه ایران توجه نمی کنه. بله. اما آقای علوی، الان مقام های آمریکا بر پیگیری روندهای دیپلماتیک تاکید کردند و البته از امکان توافق سریع هم گفتند. تحلیل شما از این مواضع دولت بایدن الان چیست؟ چقدر اصلا احتمال توافق سریع وجود داره؟ ببینید، رابرت مالی که نماینده ویژه امریکا در ایران هستش، در مصاحبه‌ای که چند ماه پیش انجام داد با NPR تأکید کرد که دولت بایدن در پی رسیدن به یک توافق جامعی هستش که جامع‌تر و طولانی‌تر از به اصطلاح قرارداد اولیه برجام در دوره اوباماست. توافقی که بتونه تمام فعالیت‌های ایرانو هم از مسئله اتمی و منطقه‌ای و موشکی اینا همه رو در نظر بگیره. ولی تهران و بخصوص این تیم موجود، یعنی علی باقری و امیر عبداللهیان و اصولا بیت خامنه‌ای که خب عمدتاً تمام دستورات از سوی علی خامنه‌ای میاد، اینا تمایل به گفتگو در خصوص منطقه‌ای و توان دفاعی ندارن. بنابراین بایدن ناگزیر هستش که روی مسئله فشار بیاره تا بتونه روی مسئله نفوذ منطقه ایران و مسئله ماجراجویی موشکی مسئله رو جلو ببره. ولی امریکا و جهانیان نباید زیاد نگران باشن. چرا؟ به خاطری که در صورتی که ایران میزان قدسازی اورانیوم رو اندک جلو ببره، یعنی به نزدیکی 60% برسه، چرا؟ چون 60% عددی هستش که به مسئله بمب اتمی نزدیک میشه، اون موقع هستش که اسرائیل بله. میتونه با خرابکاری که میکنه به عنوان یک مانع بر سر راه ایران بمونه. بنابراین خروج از این پروتکل الحاقی روی مسئله غنی‌سازی و اینها مسائل هستش که یک موضوع منطقه‌ای مطرح هستش که ایران باید دست از حرکت‌های ماجراجویی منطقه‌ای برداره. دو مسائل موشکی مطرح است. سپاسگزارم از شما رضا علوی، نویسنده و تحلیلگر سیاسی از دالاس.